بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت حاج آقا محسن ساجدینیا، حاج آقا محمود سیف سخنیان سال پیش. محمود آقا یا محسن آقا، الان کدوم که هستید؟ من الان تو میان هستم، رفتم یه سری خاطرات ماه عسلمون رو مرور کردم، به هتل لمریدین سر زدم که اگه یادت باشه شب قبل از سفر به ماه عسلمون تو سال 2004 از من تقاضا کردی که هتل رو به نام خودم، چون کارت ممبرشیپ داشتم، بوک کنم، غافل از اینکه چه خوابهایی برام دیده بودی. اون موقع فقط 28 سالم بود، الان دیگه 40 سالم شده. خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ شنیدم که به تازگی دستگیر شدی، جای شکرش باقیه، ولی فکر میکنم که دیگه خیلی دیره. همینجا میخوام یه عرض سلام و ادبی هم بکنم خدمت آقای اسماعیل وفایی. نمیدونم که حاج اسماعیل خان، شما اسم فامیلی تو عوض کردیم اسم محمود سیف یا نه، نمیدونم زنده ای یا مردی، هیچ کدوم از این چیزا رو خبر ندارم، ولی میخوام بهتون بگم که 26 نوامبر 2004 یادتونه تو هتل لمریدین روبرو سیتی سنتر چقدر به من التماس کردین که به محمود رجوع کنم، یه ماه عسل باهاش برم که ببینم عوض شده یا نه. خیلی نامردی کردین، من که تا ابد ازتون نمیگذرم، ولی انشاءالله که فقط زنده باشم ببینم که الله تقاس من و دوتا بچه یتیمم از شما ها گرفت. علت این که دارم الان یه دفعه گفتم یه ویدیو ضبط کنم با حاج محمود آقا یا به عبارتی محسن آقا صحبتی داشته باشم، این بود که نه اینکه بخوام از بعد سیاسی حرف بزنم، میخوام از بعد چی میگن عاطفی مقدار صحبت کنم با همه آقایون و حاج آقایون تو ایران، علل خصوص اونایی که قسمت اقتصادی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کار میکنن، بگم که کارهایی که شما ها میکنین خیلی کثیفه، خیلی کثیفه. ممکنه که در مدت کوتاه به یه سری از اهداف پلیدتون برسی، ولی ما یه اللهی داریم که خالق همه جهانه، دستش هم بالای همه دست هاست. من مطمئنم که من تنها زنی نبودم که سپاه تومه کارهای سیاسی خودش کرده، هزاران هزار تا زن ایرانی دیگه هم هستن، ولی مطمئن باشیم که عمر این کثیفکاریاتون به آخر میرسه. آقای ساجدینیا سیف سابق، چه ماه عسلی برام ساختی؟ 28 سالم بود آوردیم اینجا، چه ماه عسلی بود. خب یه کلام میگفتی داری خرید غیر قانونی از امریکا میکنی، چه کاری بود؟ دستور آقای قالیباف بود. الحمدلله ما که رفتیم زندان خوابیدیم آبخونک خوردیم، شما هم آقای قالیباف الله و علم چقدر زمین گرفتین، چقدر پول کشیدین بالا. آقای قالیباف عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، هم اینجا خیلی سفارش های خوب خوبی به محمود سیف میدادی. از خواهی میکنم این بیلو باید پرداخت کنم، بعد ما بقیش رو خدمت تو عرض کنم. اگر که این کیف مادر بیاد Thank you. آره خلاصه داشتم خدمتتون عرض میکردم که خیلی سفارش های خوب خوبی میدادین به محمود سیف.
من که هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستم تا بعد از این قضیه بیان که پیش اومد و بعد که برگشتم ایران، خب تو شرکت تهران فناور سیف رفتم سابقه همه چیز رو دیدم. البته غیر قبل از اون شرکت تهران فناورم یادمه که آقای اسماعیل وفایی که دفتر محمود و پلوم کرده بودن اماراتی ها، رفتین شبونه پلوم رو شکوندین هلهلی، همه مدارک رو بردین گذاشتین تو خونه سارا بلازای ما، بعد از اونجا برداشتین رو بردین خونه ما. اون موقع هم یه سری زده بودم به اسناد و مدارکی که توی اون اتاق بچه هم نگهداری میشد. خب خیلی چیزهای یواش یواش داشت مثلا رو میشد، ولی همش ترجیح میدادم، انقدر ترسناک بود. البته برای من ترسناک بود چون من برای شما کار نمیکردم. من یک مادری بودم که شرکت تی وی پروداکشن خودم داشتم و بفرمایید چای، و مشغول کارهای تی وی پروداکشن خودم بودم. خیلی برام ترسناک بود که مثلا اون موقع شما ماشینای پلیسی خواستیم بگیریم برای نیرو انتظامی. آقای قالیباف اشتباه نکنم آره دیگه، سال 2001-2002 شما نیرو انتظامی تهران بزرگ بودین. سر ماشین پلیسا که حالا بماند که من بعدها فهمیدم که سفرهای سوئد، اول بولبا میخواستیم بگیریم، بعد این، بعد اون، بعد حالا بالاخره ماشینا رو محمود آقا براتون گرفت و خوشحالم بودین. فکر نمیکردم که اینقدر وقیح باشین و تو سالیان سال بخواین این کار رو ادامه بدین. اون موقعی که من تو امریکا زندان بودم، یه چیز خدمتتون بگم، امریکایی‌ها مثل این آقای زراب الان هستش که میگن که یک عالمه پرونده دارن میخواد بره تو دادگاه شهادت بده. انواع اقسام پرونده های محمود سیف و تمام حساب های بانکیش تو بانک صادرات اجمان، بانک ملی ایران، شعبه خور اگه اشتباه نکنم الخور بود، بانک سپه اسپانیا، بانک سپه ایتالیا، هلسی هایی که وا کرده بود، اونم اون زیر دریایی که گرفته بود براتون ایتالیایی ها اومدن تو اجمان درست کردن براتون دوزیدین و بردین ایران، همه اینا رو داشتن. اووردن به من گفتن که بیا اینا رو شهادت بده. گفتم که نمیدم. میدونین چرا شهادت ندادم؟ به خاطر اینکه امریکایی ها یک مشت آدم پلید دروغوی فاشیست لنگ خودتون بودن. هیچ کدومشون دلشون واسه ملت ایران نمیسوخت. همه فقط میخواستن از من به عنوان یه تومه استفاده کنن علیه جمهوری اسلامی ایران مثلا. به هر حال که اون موقع ما شهادت ندادیم، 5 سال از روزهای جوانیم، 30 تا 35 سالگی، دور از بچه هم تو زندان همه جور سختی کشیدم. بعد آخرش میدونین چی شد؟ حالا بگذاریم از این که من 77 کشور پناهندگی سیاسی دادم و التماس کردین که برگردم ایران آقایون نظام وزارت امور خارجه. یا وقتی برگشتم ایران که خب به زورت وزارت اطلاعات عزیز مجبور بودیم یا هتل ایوین رو انتخاب کنیم یا شبکه پرس تی وی و یکی از شبکه‌های صدا سیما رو، با توجه به سابقه رسانه‌ای که داشتیم، که نریم اونورم آب خنک بخوریم. حالا خدا رو شکر این وسط سلطان قابوس به داد ما رسید. ما یه 2 تا دونه سلول خاکستری مغزمون رو استفاده کردیم، روابطمون رو با عمان حفظ کردیم که شماها نتونین پسمون بر بیاین. حالا این باز جای شکرش باقی. ولی کلا میخواستم بگم که حالا اومدیم رفتیم پرس تی وی و بعد دیگه دکتر سرافراز عزیز شد رئیس سازمان، ما رو کرد گجت، شدیم گجت که بریم پرونده در بیاریم. اون موقع آقای اخوانی که معاون چی بود؟ معاون فنی بود، رفیق فابریک شما بود، محمود آقا سیف. حالا الان که همه چی گذشته دیگه ما همه رو میگیم، تو کتاب جدیدمون هم همه رو مینویسیم، ولی با عنایت آقای اخوان و همکاری شما با آقای با نوچه های آقای حسین طائب وزارت اطلاعات سپاه لطف کردین، من هم مملکت انداختیم بیرون که واقعا دستون درد نکنه، خیلی کار بزرگی کردین. و من الان از شما یه سوال دارم، من حق و حقوقمو از کی باید بگیرم؟ کی گفته که تو این موقعیتی که الان آقای محمود سیف رفته اسمش شده under sanction و تحریم های دولت آمریکا، من نباید بیام همه چی رو بگم؟
شما چرا فکر میکنین که سپاه چون خیلی قویه تمام پولای مملکت رو دستش گرفته تا ابد میتونه سر ملت ایران زور بگه؟ شما چرا فکر میکنین که امثال منو که نتونستین بکشین و مجبور شدین از کشور خارج کنین که مثلا دیگه همه چی بخوابه و سر و صدای در نیاد میتونین ساکت نگه دارین؟ شما یک قرون خرجی منو بچه همو دادی. من یک قدم برای شماها کار کردم. اونی که من بر علیه دولت آمریکا هستم که این روز روشنه، هیچ کس هم نمیتونه کتمان کنه به خاطر کارهایی که دولت آمریکا با من کرد، ولی یه خورده حساب کوچولو فکر میکنم با سپاهی ها دارم. فکر میکنم که اگر میگن که سپاه چه میدونم تروریسته و این کارو میکنه و اون کارو میکنه، من باید بیام تو رسانه های مجازی شهادت بدم که بله بخش اقتصادی سپاه این کارو میکنه، نه همه بخش های دیگه. چون بالاخره اون موقعی که من ایران بودم، حالا یا غیر از زمانهایی هم که ایران بودم، همه میدونیم که سپاه هم با اقسام بخش های مختلف داره. یه عده‌ای هستن که خب خیلی واقعا خالصانه دارن واسه مملکت کار میکنن، هدفشون خدمت به ملت، هدفشون حفظ امنیت و آرامشه، ولی یه عده‌ای دیگه دکون بقالشون سپاه. از خون مردم پول در میاره، امثال محمود سیف یا محسن ساجدینی ها. حالا من یه سوال دارم از آقای طائب، حاج حسین آقای طائب، لطف کنید بفرمایید که آقای محسن رضایی کجا هستن؟ بعد الان محمود سیف رو که گرفتین با آقای مهدادی، مهدادی رو که آزاد کردین، محمود رو میخواین چیکار کنین؟ معذرت میخوام، آقای محسن ساجدینی ها رو میخواین چیکار کنین؟ شنیدم که تمام اموالش رو ضبط کردین. خب اموال رو ضبط کردین، بعد چیکارش میخوایم بکنیم؟ آزادش کنی؟ آزادش کنی که یه راست از آمریکا سر در میاره. بعد دیگه حالا من یه خورده پرونده های اون بغل دستش خوابیده بودم، شنیدم یه چیزایی میدونم. اون که دیگه ماشاءالله بانک اطلاعاتتونه، به ضررتون میشه. زندانش هم که کردین که الحمدلله علالقاعده وی آی پیه دیگه، چون گوشی موبایل که قطعا داره، تماس به خارج که قطعا داره، پولاش هم که همه این مرونور هست. ولی میخوام بهتون بگم که وقت رفتنتونه، بهتره که برین یه جوری خودتون از صفحه زمین محو کنین و بدون بذارین دنیا به آرامش برسه. ما همه میدونیم شماها اصلا ککتونم نمیگزه که ملت چه مصیبت و بدبختی دارن میکشن. شما فقط براتون بودن خودتون مهمه. به نام خدا هر کسی کاری میکنه، به نام خدا و پیغمبر هر نوع دزدی که میخواییم بکنیم میکنه، هر نوع قتلی که بخواییم انجام میدیم. حالا فکر کردین که مثلا با همین روش تا ابد ادامه میدیم؟ نه، اومدم اینجا به محمود سیف یا محسن ساجدینی یا بگم یادته با من چیکار کردی؟ خدا جای حقه، من برگشتم اینجا، ولی تو الان کجایی؟ با اون همه پولی که دزدیدی و چاپیدی به کجا رسیدی؟ من و دوتا بچه‌م در به در شدیم. آره، ما خاک وطن نداریم، خاک وطن نداریم. چرا؟ چون یه مشت دزد، یه مشت قاچاقچی قاتل ارث پدریمونو بالا کشیدن. ولی مطمئن باشی بعد از اینکه من شروع کنم تمام نامه‌های زندانم رو پخش کردن، راه به هیچ جا ندارید. من نه هیچ دولت و حکومت و ارگانیزیشنی میخوام که ازم سپورت کنه، نه به ملت کاری دارم که بخوان ازم سپورتم کنن که بیام اونجا مثلا چه میدونم مثل این آقای محمود احمدی نژاد فنقله بخوام به قدرتی چیزی برسم. نه، من فقط میخوام عدالت الهی رو برپا کنم و اونم مطمئن باشین که دست الله با منه. هیچ جور نمیتونید پس من برمیاد، چون دیگه چلم گذشت. از حالا به بعد نوبت منه که به تازونم و شما فقط بشینید و نگاه کنید. الهی که تا عید سال 1397 همتون
از روی کره زمین محو شده باشید. الهی که الله به مدل طبیعی همه تون رو قبض روح کنه. 70 میلیون جمعیت ایران با چندین میلیارد جمعیت جهان از شرتون خلاص شد. و من الله حریق تا داستانهای بعدی.